به نام یاد خدا، شاگرده عزیز سلام. امیدوارم در هر گوشه و کنار که قرار دارید از تمام آفات و بلا در امان باشین. خب شاگرده عزیز، قسمی که در جریان هستید امروز جلسه 35 رو میخوانیم. قسمی که روز قبلی هم گفته بودم، امروز عنوان را که میخوانیم در رابطه با امتحان تزویج است. خب است که یک بار درس روز گذشته رو با هم مرور بکنیم و کارخانگی که داده بودم حتما حل کردین. با آن هم یک بار دیگه من مرور میکنم و کسایی که درست حل نکرده باشن اونا میتونن که اصلاح بسازن. خب شاگرد عزیز، درس روز گذشته ما شما در رابطه با فرضیه های مندل بود و یک سوالی بود که چهار فرضیه مندل چیکار کنین؟ نام بگیرین. به صورت خلاصه نام کنین، به صورت خلاصه بنویسید. چهار فرضیه مندل را بنویسید. ببین من به صورت همین زبانی میکنم. فرضیه اول مندل این بود که مندل فرض کرده بود که تمام موجودات زنده برای هر مشخصه خود دو تا جن داره، که یکش از پدر میگیره و یکش هم از مادر میگیره، که همین قسم هم هست. اینا اگر مثلا روی قد یک موجود زنده ما شما بحث بکنیم، روی قد انسان بحث بکنیم، برای این مشخصه قد دو تا جن داره، یکش از پدر به ارث میگیره و یکش هم از کی؟ یکش هم از مادر به ارث میبره. و همچنان مندل گفته بود نسخه های متبادل جن ها وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اگر قد بلند وجود داره، نسخه متبادلش یا قد بلند است یا قد کوتاه هست. یا مثلا در رابطه با نبات مشوم، اگر دانه چملوگ مد نظر بگیریم، نسخه متبادل از چی هست؟ صاف است. صحیح شد. و همچنان فرضیه سوم مندل این بود که مندل گفته بود وقتی که دو تا موجود با هم دیگر تزویج میشه، دو تا صفت، دو تا علیل با هم دیگر تزویج میشه، یکیش غالب میشه و دیگرش مغلوب میشه، که مندل صفات غالب به نام دومیننت و همچنان صفات غالب دومیننت و مغلوب به نام ریسیسیف یاد کرده بود. و فرضیه چهارم مندل بود که زمانی که گمت ها تشکیل میشه، جن ها بدون تأثیر بالای همدیگر در گمت ها چکار میکنه؟ انتقال میکنه، که این را به نام قانون استقلال هم نامگذاری شده. و همچنان در رابطه با مربی پونیت گپ زدیم. سوالی بود که پونیت کی بود و مربی زی برای کدام کارها استفاده میشه. پونیت یک دانشمند انگلیسی بود و یک مربی را ساخت به خاطر نتیجه تزویج، برای حساب کردن نتیجه تزویج، طوری که کار آسان کرده بود. درست است. خب درس امروزی ما شما در رابطه با امتحان تزویج است. امتحان تزویج صفحه چند می باشه؟ صفحه 74. و همچنان عنوان دیگر هم ما شما می خوانیم در رابطه با احتمالات و وراثت. خب شاگرد عزیز، ببینید امتحان تزویج چه رقم؟ اینال زارعین، دهقانان، مالداران، حتی کسی که گل پرورش میده، کسی که مثلا مرغ پرورش میده، کل اینا بر از اینکه بفهمه آیا نسلی که این زمی حیوانی که یا این زمی نباتی که این پرورش میده آیا خالص است یا ناخالص است، از کجا بفهمه؟ برای امتحان تزویج در قدم اول باید فهمیده شد خالص است یا ناخالص. خب خالص بودن و ناخالص بودن از کجا معلوم میشه؟ طوری که ما و شما در تجربه اول مندل خواندیم، ببینید خالص و ناخالص بودن از این، ببین اگر در نسل F1، اگر در نسل F1 یک رنگ با وجود آمد یا یک مشخصه با وجود آمد، کلش پس گفته میتونیم که اینمی نسل چی بوده؟ خالص بوده. فرض مثال چه رقم؟ در تجربه اول یا تجربه F1 بیبی، زمانی که مندل نباتات را با قد چه بلند ببین وقتی با هم دیگر تزویج کرد، ای را هم خالی ساخت و ای را هم خالی ساخت. فکر کنید ای کلن قد بلند و ای کلن قدی کوتاه، پس هر دوش خالیس است. پس زمانی که دو تا خالیس با هم دیگر تزویج شوه، نتیجه چی؟ درست است که نتیجهش ناخالیس میه، اما صفت غالب میه، یک رقم صفت میه. فرض مثال ببینید، قد بلند با قد کوتاه پس میشه تی کلان تی خورد، تی کلان تی خورد، این هم به می قسم تی کلان تی خورد، تی کلان تی خورد. ببین درست است که
در نسل اول نتایج تزویج ناخالص است، اما کلش چی میباشه؟ غالب میباشه. پس از اینجا ما و شما گفتم میتونیم که والدینشان حتما چی بوده؟ خالص بوده که کل نسل چی شده؟ غالب به وجود آمده. سیستک در نسل اف دو باز چطور میشه؟ در نسل اف دو ببینید در این قسمت، در نسل اف دو هر کدام میزنن از اگه به حالت خودشان رها بکنیم، تی کلان تی خورد، تی کلان در این قسمت هم تی خورد، تی کلان تی کلان خورد میشه به این شکل، تی کلان تی خورد میشه تی کلان تی خورد، تی خورد بر تی کلان باز تی کلان تی خورد، تی خورد بر تی خورد به این شکل. سه شد. پس در این قسمت به زمانی که دو تا ناخالص با هم دیگر یک جای بکنیم در نسل اف دو از سه دانه چی دانه؟ یک دانه از ببخشش چهار دانه، سه دانش غالب و یک دانه چی میشه؟ مغلوب میشه اما خالص میشه. صحیح شد؟ پس امتحان تزویج به این شکل است که بفهمیم آیا نسل رو که ما پرورش میتیم خالص است یا ناخالص است. به اینی شکل میشه که چیکار شوه؟ امتحان شوه. اگر نتیجه کلش غالب و یک مشخص آمد، پس میگیم که نسل ها چی بوده؟ خالص بوده. و اگر نه گد ود بود، میبینی که مثلا سه دانش غالب و یک دانه دیگهش مغلوب، سه دانه رنگ ارغوانی یک دانه رنگ سفید، سه دانه قد بلند یک دانه قد کوتاه، پس در این صورت میفهمیم که والدین از لحاظ جنوتایپ چی بوده؟ ناخالص بوده. صحیح شد؟ فهمیدش انشاءالله؟ بسیار خوب. خب شاگردای زحمت کتابچه ها پیشتان باز، کتاب پیشتان باز هست، شما موضوعات مهمه در کتابچه هایتان چیکار میکنین؟ یادداشت میکنین. عنوانی بعدی در رابطه با احتمالات و وراثت. احتمالات و وراثت. شاگردای عزیز متوجه باشین، احتمالات و وراثت صرف برای چی میباشه؟ برای پیش بینی. باش بخشش باشه که دیگه پیش بینی، برای پیش بینی میباشه. چرا قرار یعنی متوجه؟ اینالی بعض وقتا میشه که آدم حدس میزنه، آیا نسلی که نظامی به وجود میاد میگه امکان داره که نصفش یک رقم باشه نصفش دیگر رقم باشه، اما بعض وقتا احتمال میده که اطمینانش بیشتره، میگه مثلا این نسلی که این نظامی گوسفند به وجود میاد سه مثلا تا دو نسل چه میشه این رنگش سفید است، اما نسل سوم میبینیم که این سیاه به دنیا آمده. به این شکل احتمال میده. صحیح شد که احتمال دادن هم خودش گفته نمیتونه آدم که آیا این 100% درست میبره یا نادرست میبره. صحیح شد؟ اینال ببینیم احتمالات و وراثت خودش به کدام شکل نشان داده میشه. این هم به شکل فیصدی نشان داده میشه. مثلا میگیم که 80%. صحیح شد؟ وقتی گل ارغوانی را با گل سفید تزیج میکنیم میگیم امکان داره که 80% احتمال میتیم که 80% چی میشه؟ مثلا ارغوانی میشه. خب احتمال است دیگه نه؟ فرض مثال ببین، ما اگر 20 تا مهره در جیب خود داشته باشیم، 10 تا مهره ازی سفید باشه، 10 تا مهره ازی چی باشه؟ سیاه باشه. وقتی در جیب خود دست خود در جیب خود بکنیم میره شور بتیم باز بکشیم، امکان داره که سفید برایه. باز در جیب خود کنیم باز امکان داره که سیاب رایه. این به اساس احتمالات است. اگر مثلا سه دانه بکشه امکان داره که حدس میزنی که 50-50 باشه. درست است؟ بخاطر که معلوم است که ده دانه سفید است، ده دانه چی است؟ سیاه است. اما در بعضی حالات مانند گل ارغوانی و گل سفید که تجربه انجام شده، ما مشاهده کردیم که گل ارغوانی بالای گل سفید چی میباشه؟ غالب است. پس به این اساس بر از اینو تجارب آدم میتونه که احتمالات مد نظر بگیره و اطمینان بیشتر باشه که کدام در نسل بعدی کدام رنگ یا کدام مشخصه بیشتر است. و همچنان احتمالات بر اساس نسبت هم میشه، مثلا بگه که یک بر پنج، یعنی از پنج دانه یک دانش مثلا میبینی که سفید است، پنج دانه چهار دانه دیگه چه میشه؟ سیاه میباشه. که به اینی دو شکل در احتمالات نشان داده میشه. پس احتمالات در وراثت به خاطر پیشبینی در نسل آینده هست که بر اساس فیصدی و بر اساس تناسب نشان داده میشه. درست است؟
شاگردان عزیز، امیدوارم درس امروز فهمیده باشید. گرچه نکات بسیار مهم و ضروری نداشت، اما وان هم امتحان تزویج. امتحان تزویج گفتیم که برای از اینکه بفهم آیا نسل که به وجود میه یا می والدینی که هستن خالص هستن یا ناخالص، این را به اساس مربی پونیت هم مجموع نشان دادیم و نشان داده میشه و در رابطه با احتمالات و وراثت برای پیش بینی نسل آینده هست که به اساس فیصدی و تناسب نشان داده میشه. درست است؟ کار خانگی. سوال اول، برای امتحان تزویج یک نسل را به صورت مربی پونت تزویج نموده و مشخصات آن را بنویسید. یعنی چه رقم در رابطه با قد، در رابطه با دانه مشونگ، در رابطه با نوعیت رنگهای گل شما یک مربع رسم میکنین و اساس از او باز مشخصات مینویسین که در نسل اول چه رقم شد و در نسل دوم چه رقم شد. سوال دوم، احتمالات در وراثت چگونه نشان داده میشود؟ روزی دو سوال بحث میکنین. درست است؟ خب شاگردای عزیز، موفق باشین. صحتمندیتان از خداوند منان خواهان هستم. تا دیدار بعدی و جلسه بعدی، شما رو به الله پاک میسپارم. خدایا رو نگهدار.